سلام سلام همیشه سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام درود بر همه، درود بر شما عزیزان، سلام بر شما عشنگان، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشین. سلام. به 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 چه دوستای قشنگی داریم توی لایومون. سلام سلام به روی ماهتون. خوبم من، خوبم، مرسی، قربون شما. مشغول کار و بار و برنامه ریزی و برنامه هایی که ریخته شده انجام دادن و سلام عزیز دلم. آره شیرین جنگه، خدا نکنه. نه جنگ نیست. یادتونه بله خوشگل شدم براتون. مارا جونم حالت خوبه؟ قشنگم. خواهی بیای لایف. یادتونه چند وقت پیش بود اون موشک‌ها رو پرتاب میکرد، اسرائیل به ایران بود، ایران به اسرائیل بود و اینا، و اصلا نمیتونستیم، استرس گرفته بودیم. من میگم شما یه ذره کنترل کنید، صبر کنید ببینیم داستان از چه قراره. اوکی من همینطور یه سوسکی هم دارم میزنم ببینم اخبار چیه که شما اینا میگید. عرضم به حضورتون که من اومدم اینجا حالا یکم در مورد روابط اجتماعی صحبت بکنم، در مورد دوست هامون و آدم هایی که باهاشون در ارتباط هستیم. مشخصا میخوام براتون یک داستانی رو تعریف کنم و ممکنه برای بسیاری از شماها این بسیار ملموس باشه. بسیاری از ما آدما، یه عده آدما این مدلی هن که وقتی یک چیزی که دوست دارن برای اونا جذاب بوده، بهشون حال داده، به دردشون خورده رو با شور و شوق برای دوستاشون، برای آدمایی که باهاشون در تماس هستن تعریف میکنن. میگه ببین فلانی من این دوره رو رفتم خیلی به دردم خونده، این دوره. فلانی من اینو خریدم انقدر به دردم خورده، این فلان شده. بعد بس من نور رو درست کنم. و خوشحالیم از اینکه ما میتونیم به یک نفر دیگه طوری کمک کنیم که اون زمانی که برای من طول کشید تا برسم به این راه حل خوب که زندگی منو آسون تر کرده، حال منو بهتر کرده، من این تایم رو واسش سیف کنم. برای I'd save you some time، این به من کمک کرده، بیا برو این چیز کن. اصلا این فیلم رو دیدم خیلی قشنگ بود، حتما باید ببینی. از ساده ترین چیز یعنی میخوام بهتون بگم که یه فیلمه، که یک رستوران خوبه، یک کتاب خوبه، اما more often than not یعنی اکثر مواقع برای افرادی که این تندنسی رو دارن تجربه ناامید کننده و سرخورده شونده است.
یعنی حس سرخوردگی به دست میگیریم. چرا؟ چون با شور و شوق و هیجان میریم یک چیزی رو به دوستامون، به خانوادمون، به پارتنرمون میگیم که فلان اینو، مثلا من این اتفاق مثلا برای یکی از مراجعه های من افتاده که کاملا درکش کردم و با هم راجعش صحبت کردیم. حالا میخوام برای شما هم تعریف کنم این موقعیت رو که ببینید. مراجعه من دوره من براش خیلی مفید بوده و به خاطر اینکه انسان بسیار خوبی هم هست و بسیار انرژیش بالاه و دوست داره به آدم ها کمک کنه، میره به آدمایی که با هم صحبت میکنن، مثلا همکارش توی شرکت، میگه که بچه ها من این دوره رو رفتم خیلی خوب بوده، من الان اینا رو یاد گرفتم، امروز تو جلسه با شیرین راجع به این حرف زدیم، شما هم باید این کار رو بکنید فلانه اینا. ولی با چی مواجه میشه؟ با اینکه یا اونها چون توی وادی و فضای فکری این آدم نیستن سوء برداشت میکنن، یا حالا من دارم موقعیت مختلف میگم، لزوما واسه این فرد رو نمیگم، حالت مختلف داره، واکنش افراد به اون برخوردی که ما داریم بسته به اینه که اون چه کاراکتری داره و مثلا میاد یا مسخره میکنه یا بر علیهمون استفادهش میکنه یا میگه وای من اصلا از این چیز خوشم نمیاد ولش کن، یا چون شما خیلی تاکید کردین که این خیلی چیز خوبیه و به درد میخوره برعکس عمل میکنه، میگه اصلا من نمیخوام اینو شرکت کنم، یعنی من آدمی ام که اگه کسی میاد بهم یه چیزی رو توصیه میکنه، پیشنهاد میکنه، من از اوناش هم که اینطوری. اجازه بده شما نمیذارید من تمرکز کنم دیگه. یکی از اتفاقایی که میفته این هستش که من، اگر شما تو این زمره دست افراد هستین، میخوام بهتون اینو بگم که به دردتون بخوره که به جای اینکه از 10 باری که میرید به آدم ها مثلا یک چیزیه که هیجان دارید واسه شوق دارید توصیه میکنید پیشنهاد میکنید بگین و از 10 بار 9 بار تو ذوقتون میخوره، این کار بکنید که خوشی هاتون رو نگه دارین بر خودتون. اگر افراد اینترستد باشن میان از شما میپرسن، اگر شما در عمل بهشون نشون بدین، در ظاهر اونا با چشمشون ببینن و تغییر رو بفهمن، و یا اگر به شما به صورت غیر مستقیم اونا رو متوجه کنید که تغییر مثبتی که در زندگی شما رخ داده خیلی حالتون رو خوب میکنه و بعد سوال برای اونا پیش بیاد که خب چی شده که این اتفاق افتاده، اون وقت شما میتونید راحت اون چیزی که دوست دارید دیگران هم ازش بهره ببرند رو بهشون توصیه یا معرفی کنید. کامنت ها الان خیلی حواس منم دارید پرت میکنید، مخصوصا مژگان جون که میپرسن میگن جنگ شده و اینها، برای همین این الان یک مثالیه که تو وقتی داری راجع به یه موضوعی صحبت میکنی و فرد مخاطب میاد دیوالیو میکنه حرف تو رو یا اون چیزی که تو الان واسش پشن داری و واسش اینجا هستی و میخواد ارزش زدایی کنه و بیاد. حالا ما اینجا یه انتخاب داریم، این که ناامیدی رو اول تجربه میکنی، سرخوردگی، میگی ای بابا ما واسه کی داریم رانندگی میکنیم، اینا همه خوابن، میدونی چی میگم، یا میگی که نه مثلا از این 36 نفری که اینجا هستن یه نفرش داره اینا رو میگه، 35 نفر دیگه اینا آدم نیستن برای اینا میگی، اینا دارن به حرف تو گوش میدن، درسته؟ پس این که شما چطور ذهنتو مدیریت بکنی یک توانمندیه
که باید همونطور که برای وقت ورزش فیزیکی میکنی که توانایی جسمی شما بالا بره، قوی بشی، سالم بمونی، بتونی اجسام سنگین رو بلند کنی، بتونی پیاده روی که میکنی کمر درد نگیری، بتونی وقتی میخوابی کمر درد نگیری، نمیدونم پادر نگیری، فلان نگیری، آمادگی جسمانی و براش باید ورزش بکنی، ماهیچه بسازی، سخت‌تر بتونه بدنت بشه، ذهن شما هم همین اتفاق میفته و انتخاب میاد توی دست شما. اینکه الان من راجع به این موقعیتی که الان اتفاق افتاده بر من داره وارد میشه چه رفتاری بکنم، چقدر این احساس A رو بکنم، چقدر احساس B بکنم، و از من اگر میخوام از احساس الف به B تغییر حالت بدم باید یک سری کار بکنم. خب این از این موضوع. حالا قربونی شما فرید خانوم، مرسی فرید با جون. من دوست دارم صحبتاتو گوش بدم ولی واقعا الان استرس دارم. خیلی خب، حالا ما داریم بیان الان راجع به همین صحبت کنیم. شما وقتی استرس دارید باید ببینیم که شما دلت میخواد تو این استرس چی کار کنی و با این استرس چی کار میتونی بکنی. چی توی هیته کنترلته، چی توی هیته کنترلت نیست، چی بهت خدمت میکنه، چی بهت خدمت نمیکنه. آیا لول استرست اینجا باشه داری از استرس میمیری، به قول خودت میخوای بمیری، میخوای چی کار کنی باش، چی داره بیشتر میکنه استرس تو؟ خود تخریبی به این میگن دیگه. درود بر شما. من با آدمایی میتونم کمک کنم که دلشون بخواد حالشون خوب بشه، دلشون بخواد کمک کنن، یکی بهشون کمک کنه، دلشون بخواد خودشون به خودشون کمک کنن. من به آدمایی نمیتونم کمک کنم که فقط میخوان قور بزنن، فقط درجا بزنن. اگر میخوای از این حالتی که دلت نمیخواد توش هستی تغییر کنی به یه حالتی که حال کنی باهاش، حالت خوب بشه، باید یه سری کارا رو بکنی. من نمیتونم به شما اینجا کمک کنم و من آدمشم نیستم که فقط بشنم حرف بزنم، آب تو هاون بکوبم. لذا اگر اینجا هستید بدونید که اینجا برای آدمای پرواکتیوه، اینجا برای آدمایی که علم براشون مهمه، اینجا برای آدمایی که پیشرفت فردی، کمک کردن به خودشون و بعد کمک به دنیا براشون مهمه. اینجا جای افرادی نیستش که فقط میخوان حرف بزنن. If you know what I mean. قر بزنن به اصطلاح. قر. چون قر زدن خیلی خوبه، خیلی مهمه، ولی فقط برای یک بار که بفهمیم اشکال کار کجاست، چیه که داره میلنگه. وقتی فهمیدیم لوله ترکیده هی بگیم وای لوله ترکیده، آیا ما ابزار داریم برای اینکه لوله رو تعمیر کنیم؟ آیا کسی هست بهمون کمک کنه؟ آیا حالا ترکیده داریم واقعا الان غرق میشیم یا نه ممکنه 60 روز دیگه تازه یه ذره مثلا 5 سانت آب بیاد بالا؟ من از این دسته آدمام و به این دسته آدمو کمک میتونم بکنم. اینجا جای شما نیست اگه شما از این دسته آدم هستید. همین الان هم میتونید آنفالو کنید، چون اینجا چیزی واسه شما نخواهد بود. اگر شما اینجا هستین برای اینکه اون لوله ترکیده ایه که تو زندگیتون وجود داره رو تعمیر کنید، آستیناتون رو بزنید بالا،
آفرین، بعضی استرس ها خارج از کنترله. توش نپلک عزیز من. میدونم، ببین، یعنی تو وقتی عمل کنی میفهمی. استرس رو من نمیگم نداشته باشیم، من نمیگم استرس نداشته باشیم، من میگم بفهمیم واسه چی استرس گرفتیم. آره ناخونام خودم درست کردم امروز نسرین، شلک کردم، مرسی. تو خونه خیلی قشنگ شده. نه ما میدونیم الان اخبار گفته ایران 400 تا موشک بالیستیک زده به سمت اسرائیل و این آدم استرسش میره بالا، چون با خودش چی فکر میکنه؟ بیاین راجبش حرف بزنیم. با خودش چی فکر میکنه؟ با خودش فکر میکنه وای الان جنگ میشه، بمب میخوره تو سرمون، بدبخت شدیم. بدبخت نشدیم. دفعه پیش هم که بمب موشک پرت کرد ایران همین اتفاق افتاد و من همین چیزا رو گفتم. دو روز بعد همه چی تموم شد. پس تا وقتی که این لوله‌ای که ترکیده حتی یک قطره آب هم ازش بیرون نیومده، تو تیوب ننداز روی دریا که دارم غرق میشم. اینو باید بگی که استرستو مدیریت کنی، کنترل کنی. بیا رو چیزایی که اگر موشک رو پرت نکرده بودن تو الان برات مهم بود صحبت کنیم. مدیتیشن کنید. اگر الان ترس بر شما غلبه شده، ببندید این گوشی رو، پاشید همین الان ببندید، برید مدیتیشن کنید، یا آهنگ آروم بذارید، یا چای است و خود دوست بخورید، راجب چیزای قشنگ صحبت کنید. چطوره که ما راجب چیزای ترسناک صحبت میکنیم استرسمون میره بالا، وقتی راجب چیزای قشنگ صحبت کنید استرستون میاد پایین؟ حالا اینجا تصمیم با شماست که خود تخریبی را میخواهم یا به خود خدمت کردن را میخواهم. دلشوره بچه‌هاتون رو دارین، شما باید بتونین خودتون رو کنترل کنین که دلشوره بچه‌هاتون نداشته باشین. میگم هنوز یارو اتفاق نیفتاده، تو دلشوره آینده رو داری، چیکار، چه خدمتی داره بهت میکنه؟ من دارم الان بهت میگم. حالا تو هی بیای بگی آخه لوله ترکیده. خیلی خوب، لوله ترکیده. دلشوره بچه‌ها رو داریم به مثابه لوله ترکیدنه. مامان بابای من هنوز دلشوره منو دارن. همین الان مامان بابای من نگران منن. این از این. اوکی. من دیگه حرف بیشتری ندارم چون از تکرار مکررات نمیتونم. من نمیتونم. I'm so sorry. هر کسی را بهر کاری ساختن. کانالو میتونیم الان عوض کنیم. بریم یک جای دیگه که اونجا به نفعمونه. سلام علیرضا جان. بگو عزیزم دندلیان. برم من بطری آبو بیارم. نه الان دوبه نیستم فری باچه. داری لایو همون تو یوتیوب میبینی؟ دمت گرم. سلام عزیزای دل. هر بار باید سابسکرایب کرد یا یه بار کافیه؟ یک بار کافیه عزیزان، یک بار. مثل فالو کردن رو اینستاگرام، اونجا سابسکرایب میکنن آدم ها. اسمش سابسکرایبه. خب بریم دیگه. چون من واقعا آدم اینجور چیزا نیستم، یعنی من فقط باید راجع به چیزایی صحبت بکنم که میتونه اون لحظه کمکی بکنه، یا به من یا به شما. به چیزی که نمیتونه تو اون لحظه کمکی بکنه، I can't guys. ام
سلام، میتونم بپرسم حضوری هم کلاس دارین؟ فائق جون ببخشید، من سوال شما رو اتفاقا توی باکس دیدم، حالا تو چت هم میتونستین تو دایرکت بپرسین. حضوری هم میتونیم با هم جلسه داشته باشیم، به شرطی که توی یک جا باشیم دیگه، یعنی یا اینکه شما مثلا یعنی که من شما سفر کنید بیای شهر ما، یا من سفر کنیم بیایم شهر شما. حضوری هم میشه، بله آپشنش هست. الهی فریبا جون میگه من هر دفعه سابسکرایب میکنم، قربونت برم، شما سو سویت. چرا میتونی دلداری بدی، انرژی بدی؟ خب میتونی که هر کسی یه مدل خدمت میتونه بکنه دیگه. من به شما چیزایی که داشتم و گفتم، دلداری چیو بدم؟ لندن نه، من تو لندن زندگی نمی کنم، ولی فاصله با لندن زیاد است. الان همین الان که دارم با شما صحبت میکنم لندن هستم، ولی یه ساعت و نیمی فاصله دارم با لندن. اگرچه اگر من الان لندنم بودم، ما میخواستیم هم ملاقات بکنیم، یه ساعت تو راه بودیم. درباره پادکست جدید چیزی نمیگی؟ نه، پادکست جدید فعلا خبری ندارم که راجبش صحبت بکنم. در مورد اون پیجم که اون یکی پیج که فالووراش زیاده که میگین بستی، نبستم، پرایوتش کردم فعلا. اما چرا این کارو کردم یا چرا میخوام ببندمش، دلیلش اینه که بیشتر که نه، فقط برای من ضرر داره، فایده نداره. یه تمرین شکرگزاری سه سوته بکنیم، من که خیلی دوست دارم علیرضا. شما نمیتونید پیجر پیدا کنید، فکر کنم بخاطر اینکه اسمش رو عوض کردم، اسم آیم کوچیرین رو کردم شیرین ناصری نقطه آفیشال. I'm so sorry for your loss مهناز جان. پیجت حیفه. آیم سولی حیفه چیه؟ اینو به من جواب بدی بهت ممنونت میشم. وقتی میگی حیفه یعنی چی؟ دوست دارم بدونم، چون نمیدونم. آدم ها به میگن پیجت حیفه. حیفه یعنی این که تو یه چیزی رو داری از دست میدی. من چی رو دارم از دست میدم؟ یعنی از پیج با فالوئر بالا چی آدم به دست میاره که حالا من اینو از دست بدم؟ چی به دست میارم؟ مرسی، لاکم خودم زدم دریا جون. بالاخره از این کیت شلکی که خریدم استفاده کردم، خیلی هم گشنگ شد. آموزش ها خب آخه فالوئرات زیاده، خب فالوئرات زیاده، وقتی آدم فالوئر زیاد داره چه اتفاقی میفته؟ به هم بگو. آی ام سولی خوشگله. مرسی فریبا جون، مرسی نازیلا جون. چرا تبلیغات نمیذاری؟ چون تبلیغات نمیدن که من بذارم. منم مدیر برنامه ندارم، مدیر تبلیغاتی ندارم، تنهاییم کارم این نیستش. من خیلی کار دارم که تو اولویتن تا بخوام را بیفتم به آدم بگم میخواین تبلیغتون رو بکنم، میخواین تبلیغتون رو بکنم. برای بچه هایی که تازه به این لایف گرویدن، جنگ، راجب جنگ داریم صحبت نمی کنیم. جنگ نشده، جنگ هم نمیشه. بین راجب اینجا جاش نیست. همه جا همه چیو به هم جینه. میدونم که ترسناکه، ولی من نمیتونم اینجا به شما هیچ کمکی بکنم.
نگفتی فالوور زیاد، پس به خاطر تبلیغ دیگه. خیلی ما میگیم که پیج من تبلیغ نمیگیره، اصلا تبلیغ رو از این از این لیست حذف میکنه. دیگه چی آدم میخواد بگیره از فالوور زیاد؟ اعتبار. برای همین من نبستمش که اگر یه جای خاص بگیم که شیرین معتبره بگیم ببین یه پیج داره. دیگه چی داره؟ لایک نمیگیریم، لایو نمیگیریم، ویو، انگیجمنت نمیگیریم، دوره ثبت نام کنیم نمیگیریم. بذار ببینم چی نوشتیم. سریال جدید نگاه نکردین؟ اینونتینگ انا رو تموم کردیم که 9 قسمتی بود، قشنگ بود، خیلی دوست داشتیم. حالا همه هم باش حال نمیکنم، ما باش حال کردیم. بعد منیفستم که تموم کردیم، الان داریم برای بار دوم سریال کمدی شیتس کریک رو میبینیم که خیلی دوستش داریم. شیرین من اهمال کار شدم و یه عالمه کارام رو هم جمع شده، میترسم دوره شما رو ثبت نام کنم که باز اونم بذارم رو کارهای تنبار شده. میدونم چی میگی. مس چیزی که الان میتونم بهت بگم اینه که بیا یه جلسه خصوصی یک به یک با هم با من رزرو کن، با هم صحبت کنیم تا من قشنگ بتونم برای تو حرفای تو رو قشنگ بشنوم و برای توضیح بدم، بهت بگم آیا این دوره رو ثبت کنی به دردت میخوره تو این نقطه یا نه. چون من همینطوری نمیتونم بگم. دوره من خیلی دوره خوبیه، اما برای اوناییه که واقعا دلشون میخواد تغییر کنن. اونایی که همینطوری فقط عادت دارن قور بزنن، نه، این دوره به دردشون نمیخوره. غذای مورد علاقم پیتزا. شما کدوم شهرین؟ من لندن نیستم، بدفوردم. قربونت برم فریبا جینم. من مانیفست رو دارم میبینم که اون دفعه گفتی ایوه. باشگاه جدیده چی شدی؟ چی دارم میرم؟ خیلی خوبه. دیروز سپینینگ رفتم، حالا امشب من لندن خونه دوستم موندم، فردا هم لندنم، بعد دیگه باز برمیگردم. ولی خب هفته دیگه من دبی هم دیگه باید اونجا برم باشگاه. چطور میشه پول جمع کرد؟ خیلی سخته. آره، قرار نیستش کاری آسون باشه. کارهایی که برای ما خیلی به نفعمون هستن هیچ کدوم آسون نیستن. اینجا میرسیم به این که آیا تو انقدر دلت میخواد به اون چیز برسی که سختی رو بپذیری، یا نه، حاضری با همین سختی که هستی زندگی کنی که سختی کار جدید رو به تن نخری. گریه کردی؟ نه. تو گریه کردی؟ چند وقت دبی میمونی؟ نمیدونم نسرین جون، فعلا معلوم نیست چند وقت میمونم. آره، دبی الان هوا عالی نیست ولی داره عالی میشه، یعنی تازه شروع کرده به خوب شدن. بذار ببینیم توی لایو ها کیا هستن. چرا نشون نمیده؟ مدل سابسکرایب پولی رو امتحان کردی؟ توی پیج قبلی قسمت محتوای اکسکلوسیف خالی بود. علی رضا فالوورهای من اگه میخواستن پول بدن دوره های من رو شرکت میکردن. اکسکلوسیف چی داداش؟ اون فقط تو بودی و خانوادم بودن که سابسکرایب کرده بودن. خدا برای همینم من الان دیگه دارم همه وقتم و
سرمایه گذاری و هدفم رو میذارم روی کسایی که میخوان خدمات من رو استفاده کنن، نه فالوورای پیجم که 370,000 تان، اونا نمیخوان خدمات من رو استفاده کنن. از فریدالدین و مریم چه خبر؟ خبر ندارم عزیزم. بچه تو آقایی حالشون خوبه؟ آره حالشون خوبه. جمعه کلاس هست یا نه؟ بله هست، جمعه کلاس هست ساعت 10. حالا ما به بچه دوستانی که توی زنوایب هم هستن اعلام کردیم که اگه خواستن اون جمعه بپیوندن، که بازم فکر میکنم کسی نمیپیوندنده و من نمیخوام شما برام پول بفرستی برزین، مرسی. سلام خواهر خوبم، تو چطوری؟ گربه جدید نمیخوای بگیری؟ چرا؟ ولی اینکه کی خدا میدونه. دلم میخواد روم نمیشه، دلم میخواد. اتفاقا دیشب با چارلی داشتیم همینطوری دی دریمینگ کردیم و اسمای مختلفی که واسه گربه بعدی بخوایم بذاریم و مرور میکردیم که الان حالا نمیگم. سلام سعید جون، تیک تاک نصب کردم. تیک تاک هم داری خواهر؟ آره خواهر تیک تاک هم دارم، دوتا هم تیک تاک دارم، یه انگلیسی دارم یه فارسی. فلفل کجاست؟ خونه است معصومه جون، فلفل خونه است، من الان خونه دوستم هم. فلفل رو عقیم کردین؟ زهرا جون ما فلفل رو عقیم شده گرفتیم، بله، یعنی ما فلفل 2 سالش بود ما گرفتیمش، به فرزندی پذیرفتیمش. یه من خیلی گربه دارم، یه بچه گربه هم دارم، شاید بشه بردفتم. وای اگه بشه خیلی خوب میشه. نمک و فلفل، وای به نمک چرا فکر نکردم، هی به انگلیسی میگفتم سالت، میدیدم اصلا جذاب نیست، اصلا به ذهنم نیومد. نمک بس بفرستم از چاره به یادمونه. نمک، پومبا، منگو، به اینا فکر کرده بودیم. بعد پیشوی جدید من اسمش پیسه، پیس با مزه. با کسی که پشت سرمون حرف میزنه باید چی کار کرد؟ هیچ کار، دقیقا باید هیچ کار کرد. آخه تیک تاک خیلی باحال مسابقه داره، نمیدونم بعد. بلد نیستم، نمیخوام، مرسی. فلفل از قول من بوسش کردی؟ بله. خب اگه میخوای برات بفرستم، یه نمکم دارم تو گربه هم خیلی خوشگله، بچه گربه هم سفیده، اونم میشه نمک بذاری. آره بیا واقعا ببینیم اگه بشه بفرستی برام، حالا من نمیدونم چقدر سخته یا آسونه. من بچه گربه 4 ماهه دارم، منتها از الان ناراحتم واسه اینکه باید عقیمش کنم. چرا ناراحتی که باید عقیمش کنی؟ من اگه یه روز گربه دار بشم میذارم پنگول. آه گربه دوست هستش محمده. ما به هگرید هم فکر کردیم، هگرید تو هری پاتر. جینجر کت ها خیلی باهارن. آره بچه برم من دیگه، خیلی ممنونم، بوس بهتون. یا اینکه نه بیاین همطوری راجع به گربه و اینا صحبت کنیم. بوس به خودت. چی بگم براتون؟ فردا میخوام برم چیز، بچه هایی که برنامه اپرنتیس رو کسی میشناسه؟ برنامه اپرنتیس تو تلویزیون بی بی سیه. سلام هانی، پیشی سیاه بیار. آخ اینقدر دوست دارم گربه سیاه لاله. ببین اینطوری آخه اینطوری که نیست من الان تصمیم میگم بگم من پیشی این شکلی میخوام بیار، یه پیشی به مسیر بخوره اگه خوب باشه سالم باشه میاریمش. اسم دو تخمه، اسم گربهش تخمه.
دلم برای یه لایف ظرف شستن و بعدش غذا درست کردن تنگ مادر. معصومه. معصومه. من یه گربه سفید دارم اسمش نارنگیه. الهی بگردم. نارگیل. نارگیلم خوبه اسم ها. نارگیل. ها من داشتم میرستم یا خبر اومد مثل که داریم میمیریم. نه خبر نیومد داریم میمیریم. ببینم شماها یادتونه چند ماه پیش ایران موشک پرت کرد سمت اسرائیل روی اون گنبد نمیدونم چی چی. تا 4 صبح من تو لایف بودم براتون توضیح میدادم که استرس نداشته باشین، 2 روز بعد همه چی تموم شد. یادتونه؟ قندی و حنایی بهار. قندی اینجا بذاریم میگن گندی، برای همین نمیشه. مثلا من دیشب به چارلی گفتم بذاریم قلی، گفت قلی. گفتم نه قلی. گفت منم همینو میگم دیگه، قلی. آره دندلیون اسم یه غذایی که خیلی دوست داریم. پیتزا هم بهش فکر کردیم. پیتزا، پاستا. پیتزا هم بامزه میشه. بادی، بادی، بادی هم باحال. آره من دارم برای لایو پختن خوش سبزی تنید. آخه الان موشک ها برخورد. خیلی خوب. بذار یه ریفرش کنم اینو ببینم چی میگه. هیچ. کیومرس. 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 کجا بودی شیرین شیرینا؟ بودم دیگه. دلم چیزیه از دسته این اینستاگرام به هیچی به هیچی. چرا عاقل کند کاری که بازاید به کنعان؟ ها؟ آفرین لاله دقیقا زد تو هدف. اصلا حرف گربه، گربه حرفش هم انرژی منفی رو جمع میکنه. قربونش برم من. عروس بگیر بابا برای بچت. خواهر برادر میخواد چی؟ بابا بچم چیزه عقیمه، عروس میخواد چی کار؟ سلیمان من اسم توتیان فندق و پسته بود. اتفاقا به پیستاشیان فکر کردیم. نبودی کم بودی. پیجت هم داشتی میدادی به فنا. خب دیگه. من که خست. ببین البته متوجه شدم که این اینستاگرام و متا یه گوزایی دارن گاز میزنن که ماهایی که حالا پیجای پابلیک داریم و خیلی تحت تاثیر قرار دادن و انگیجمنت اومده پایین، نمیدونم ریزش فالوور، ریشکی نمیاد لایو، چی به هیچی اینا. بعد منم دیگه این شیرین اون شیرین نیست آخه دیگه سحر، واقعیت اینه. میدونه اسم سگم هم پگی بود عزیزم. سلیمان قشنگه. سلیمان آره بد نیم. توخی. من دوستم پیشوی مشکی داره، اینه بچه انسان میمونه. الهی اسم گربه یکی از دوستای منم بتمنه. بدکتم میشه گذاشت. برزین جان شما یادتونه اون اول لایف پرسیدی چرا من شما رو بلاک کردم؟ به خاطر این سوالاییه که داری مثل قرقره میپرسی. اصلا متوجه اصلا میشنوی ما داریم راجب چی حرف میزنیم. اینطوری آقای گودرزی و شقای خانم به هم هیچ ربطی ندارن. میخوای دوباره بلاکت کنم؟ نه نامید نشد. من برای پیام میدم بعد تو واتساب اون پیجتو نمانگه بندی من میخرم. چند میخری؟ عزیزم راه ارتباطی مونه اینستا، مورد شور انگیجمنت رو ببرن خودتو از نگرفتم دیگه. الان من اینجا هم دیگه سحر. اونایی که میخوان با من در تماس بمونن اینجا، اونایی که منو فالو کرده بودن به خاطر اینکه من تو تلویزیون بودم و میخواستن ببینن من با کی ازدواج میکنم و کی فلان میکنم و سلبریتی مردمیم یا نیستم،
دیگه کاری با من ندارن، میخوام چیکارشون کنم؟ چند میفروشم؟ آقا پیجمو بیاین بذاریم به آکشن ببینیم چند میخرید. همین شما ما دور هم هستیم، بگین یه قیمت، بگین یه بیس بذاریم مثلا 1000 پوند. آره سحر میخواد ببینه من با کی ازدواج کنم. 1000 پوند. حالا بیت کنید. آره من مزایده الان گذاشتم، میدونم اون پیجم ارزش داره، برای همین اگه بخوام بفروشم الان، خب نمیخوام بفروشم، میخوام داشته باشم. شیرین داگ پرپس ببینید، خواهش میکنم چی هست. 1001. خسته نباشی بیا. خواهرم گفت 1500. 1500. 1. فریباز گفت 2000 پوند. 2000 پوند. 1. چون کامنت ها دیر میاد من آروم میگم. 2000 پوند. ملیکا زده 2000 دلار. 2000 پوند بیشتر از 2000 دلاره. 2100. 1. باید بیشتر میذاشتم. 3000. میلاد گفت 3000 تا. پیج من 3000 پوند. 4000. دریا برو. 4000. 5000. سحر 1 5000. سحر 2. دندلیون نزد 5000. سحر رو بگو 5000 پوند میخواد بده. سحر چرا هیچکی دیگه هیچی نمیگه؟ بریم کنار من اومدم. 6000. فرضی 6000. فرضی 6000. 1. حالا میگه با گربه عوض میکنی. نخه. 6000. 2. 3000. مشتریشیم داداش اینجا مزایده. 8000. 8000. زهرا زهرا چه میکنه این بازیکن؟ فریبا جون دیرش 7-8000 تایی داریم. یه ذره دیگه برو جلو، قرب از رکورد در میاد، از رکود در میاد. 8000. زهرا. نسرین میگه دروغ نگین، راست میگه. دندلیون 10 100 میلیون تومن. 10000. فریده 10000. فریده چی شده؟ جدی بگی بچه ها، من جدی میگم، راست میگه، خواهر من جدی داره میگه، خواهرم داره جدی میگه، به خدا الان خواهر من 2000 تا رو میداد. نمیدین که همتون خالی بندا. هل چه حالی میداد اگه اکشن واقعی بودا؟ راست میگه، شماره حساب میدم بریزید. گفتم من بودجه 3500، بقیهش هم قسطی. الهی بگردم تو 3500 تا میخوای بدی بقیهش رو قسطی. پیج 20000 تایی میفروشن 1000 دلار. خب آره دیگه، میدونم این، من میدونم پیجم بیشتر از 1000 دلار میارزه. من شک ندارم پیج من رو بخوام بفروشم بیشتر از 1000 دلار میارزه. میدونم خواهر. آره خواهرم خیلی خواهر خوبیه. دریا دلتون نخواد از دم قسط ماهی 20. ما حاضریم همه همون پول بذاریم رو هم تو پیج رو نگه داریم. شما خیلی نازید که این حرف رو میزنید. شیرین بانو داگ پرپس رو ببین بعد راجع بهش حرف بزنیم. فیلمه داگ پرپس
A dog's purpose. آها. نیت سگ. فکر کنم نه ندیدم ولی آره معلومه فیلم قشنگه. از همون حال خوبا که گفتی اول لایو یکی دوست داره حس خوب بقیه تجربه کنه. ایول. مرسی باشه. بچه من میخواستم کار کنم. اومدم لایو. یه ذره به دردمون بخوره حرفایی که میزنم. کار کشید به اسم گربه و مزایده پیج من. کارمونم نکردیم. من خیلی دوست دارم اینجا خلوته. آره. والا 37 نفر 35 نفریم. قربون سعید جون مرسی که اومدی توی لایف. مرسی ازم. بوس بهت. خدافظ. بچه پیج خواهرمو برین فالو کنین. حیوانات و اینا رو ویدیوهای خوناش اطراف خونشون و حیواناشون و اینا خر عاشق حیوانه سگ و گربه زیاد نگه میداره و حیوانای دیگه هم نشون میده. برید اونجا که اگه میخواین در باب رابطه با حیوانا باشید و اینا گوگل یا انرژی خوب بگیرین پیج خواهر منو فالو کنین. میگه خواهر میگه به خدا خودکشی کن اگه ببندی و به من نفروشید. نه اگه خواستم ببندم به تو میدونم که یه خریدار حتما دارم. باشه خواهر جون. اون صفحه تو 400-500 تا لایو ویو داشت. خب پس یعنی مخاطب داری. آره داشتن که دارم ولی این چیزا واسه ما پول نمیشه. ما پول میخوایم عزیزم. من حقوق نمیگیرم که. من هر کاری میکنم این سوشال میدیا برای من من بهش به چشم ابزار کار نگاه میکنم نه ابزار تفریح. پیجشون چیه؟ اینها دیگه dogs the angels. به لهجه فارسی میگم که راحت بتونید تایپ کنید. dog The Angeles. اینا خواهرم نوشت منم. خواهر فریبا جون یکی از بهترین همراه های من تو این اینستاگرام از بچه های دوره هوش مثبت هستن. خیلی مهربونن، خیلی شیرینن و خیلی همیشه همراه من هستن و اولین نفری که عضویت ماهانه رو برای مدیتیشن های هفتگی با من شرکت کردن و عضو شدن ایشون بودن. خواهرت کجا زندگی میکنه؟ ترکیه. سلام مینو خانوم. خواهرتو فالو کردم. دمت گرم. پین کن پیج خواهرتو. اینها بیا. بذار اینجا نشه. بنویس منم. کسی اینها. من رفتم به مامانم اینا زنگ زدم برگشتم. ببینم چه خبره اینجا. گفتن خبری نیست. آره عزیزم میدونم خبری نیست. اینا بیا پین میکنم خواهرم و نوشته منم. قربون شما فریبا جون. شما هم مثل دوست خوبم و خالم میمونید. نمیگم مامانم به خاطر اینکه ولی مثل مامانم غیرتین شما. بابا همه تون پول دارید با فروش همستر بخرید ازش پیجش. چی؟ موضوع لایف چیه؟ هیچی. آخه سلام برسون به باران عزیز که 12 سالشه. یه بار لایف میایین فریبا جون با شیرین. خواهر داری خانم گل؟ بهت میاد دخمل تکی. بله خواهر دارم خانم گل. به خاطر اینکه قش شما مهربونی فریبا جون همون چی هر چی من بگم شما با عشق و مهربونی اولین نفر انجامش میدین. البته علیرضا هم هستا. المیر هستی هنوز المیر؟
آره خواهرم تو برای ادابشن میدی سگ گربه رو؟ خب بفروش خواهر جون، برای ما به رایگان بده. آره روزا جون خبر دارم. همستر چیزی نشد فعلا، خیلی کم ارزشش. زیر سایه خانواده و پیروان ناصری هستی. خیلی باحالی علیرضا. چی؟ منم هستم با دل و جون و ذهنی، اگه میتونیم عملش کنیم اولین نفر بودم. قربون شم. نه حیوان برای فروش نیست، همین که صاحب پیدا کنن خوبه. عزیزم you are so sweet, you are the angels. فلفل خیلی وقت نشونتون ندادم. فلفل اینجا نیست، خب من خونه یک دیگه هم. نه فریبا جون خواهرم ایران نیستن. بای من اینو رو بندازم بیرون بچه ها. فرزین رو بلاک کردم. برزینه چیه؟ رو مخم. کلن بودن و دیدن تمام لایو ها و ویدیوهات حس و حال آدم رو خیلی خوب میکنه. شیرین جون حال و دل زندگیت همیشه عالی. مرسی مینا جون، مرسی. سب سب بچه ها خیلی کار دارم، خیلی کار دارم، یه سر دارم، هزار سودا. دندلیون مراقب باشا. چرا نمیتونم خواهر جون رو فالو کنم؟ چرا نمیدونم از خواهر جون بپرسی. خب سگ بگیرین ازش، از ایرن. فریبا جون اداپت میتونید بکنید، به سرورزندی بپذیرید نه بخرید. شوخی بود به خدا. خب دکمه ها ما تا به تا بستم، این کجه اشکال نداره. خانم گل از اینکه هر روز خیلی خیلی کامنت مثبت میگیری آیا برات عادی شده یا هر سری تازگی داره؟ بستگی داره خانم گل. من ترجیح میدم، مثلا برای من خیلی ارزش داره وقتی که برام میگین من بهتون حس خوبی میدم، یعنی برای شما من یه فایده خوبی دارم که انگار مثلا رسالتمو انجام میدم، اون هیچ وقت تمومی نداره، من همیشه تازگی داره، یعنی برام هر دفعه که گفته میشه. اما این که مثلا چقدر تو خوشگلی یا چقدر مثلا هی بگه به به چه سری چه دومی عجب پایی، اینا برای من چیز نداره، ارزش اون چه واقعیت اینه. شیرین من آخر آزمون نظام مهندسی قبول شدم و مهر نظارتم رو گرفتم. بالاخره با حرفای امیدبخش تو عزیزم مبارک به سلامتی روزا خانوم. اون بچه که باش میرخصی بچه کی بود شیرین جان؟ بچه برادر چارلی بود. پیج قبلی رو آنفالو کنم؟ هر کار دلتون میخواد بکنید.
پس از لحاظ ظاهری نه، اما شغل و کاری تازگی داره. آره. Cute. You're so cute, everyone. ولی خواهر من خیلی مدیر خوبی میتونه بشه. خواهر بیا مدیر برنامه من بشه، رو تبلیغ بگیر، پیجر رو تبلیغ کنیم به بیزنس حداقل. خواهر بیا مدیر برنامه بشه. به خدا من سیلز پرسن خوب نیستم، تو سیلز پرسن خوبی هستی. ها پیجو میکوبیم بنگاه، چی میگن؟ بنگاه شادمانیش میکنیم. نظرت چیه؟ 60-40 خواهرتونم کوچ هستن؟ نه خواهر من هنرمند هستن. میگم کی وقت داری با هم حرف بزنیم؟ الان بعد لایف وقت دارم، فردا وقت ندارم، فردا کل روز دارم میرم ایونت، نتورکینگ ایونت و اینا، پس فردا هم نه، جمعه هم میتونیم صحبت کنیم. چرا بالا نمیاد خواهر جون؟ چون من نگفتم بیاد بالا. چون فقط من باید توی اسپاتلایت باشم، چون من خودشیفته فرحانیم. چی ملیکا چی گفته؟ جهنم و ضرر. بچه بریم دیگه، شیرین برسه به کاراش، چارلی میاد گشنه از شام میخواد. مرداد جان بچه من خونه خودم نیستم، خونه دوستم هستم، دوستم هم رفته بیرون، من اومدم خونه دوستم، دوستم رفته بیرون. خوشیفته ناصری. آره. خواهر جون بزرگتر از من. بچه لاکان بیا یه فایل بگیریم حداقل، حالا که بیزنس ما رو خراب کردیم. فایل نمیگیریم ولی بیا یک کارت بکشیم ببینیم که من با شما باید چی کار کنم. هشت سال و نیم خواهر. اول من یه کارت میکشم واسه خودم ببینیم توصیه کارت به مبحث پیجای من، پیج بزرگ من چیه. بعد یه کارت میکشم برای شما. خب الان این کارت هممون میدونیم میخواد چیزی که بگه. پس چی فکر کردی خواهر؟ 8 سال دیگه، 8 سال و نیم که نه، 2 ماه، 2-3 ماه دیگه، 3 ماه، اوکی 4 ماه. نه راست میگه، آلموست 8 ماه، 8 سال و نیم. آره یه پیج فال هم بزنم. زهرا حالا من که هیچی، ولی یه کانال یوتیوب بهتون میگم که مال کیمیاست که کارتخونی داره، برید اونو چیز کنید، فالو کنید کارتخونی های کیمیا رو. بذار ببینم پیجش چی اسمش، چون کیمیا کارتخونیش درست حسابیه، من برای فان و از رو کتابچه میخونم. کیمیا نه، اینه اسم پیجش، اینه هم برید. تاروت نور، لایت تاروت، لایت تاروت 21. ها بعد درست حسابی کارت میخونه. خب الان این کارت میخواد به ما بگه که آها این بنگه وقتی کارت افتاد جدیش بگیر، میخواد بهت بگه، اصرار داره که بهت بگه. خب اینه، ببین چه خوشگله. خب
اسمش سان ویل، چرخ خورشید. این میخواد ببینیم ما داستانمون، تکلیف ما با این پیج چیه. نه الان نیتتون رو فکرشو بکنین که بعد دست بعدی میخوام کارتو بکشم. این میخواد به من راجب شما و پیجم بگه. میگه لپتاپ خودت شیرین جون؟ بله. آها آها، ببین منو بچه ها، ببین میگه کلمه کلیدی این کارته موومنت، حرکت، ادونچر، میشه چی؟ گردشگری، هیجانی و عملگرایی. خب میگه آماده باش، آماده باش. The presence of the sun wheel in a reading means things are about to speed up. آها، ماجراجویی. Things are about to speed up. میگه قرار سرعت مسائل بره بالا. You can expect a shift in movement in any number of ways. میگه منتظر باش که یه حرکتی به طرق مختلفی، یه تغییری در حرکت به روش‌های مختلفی میخواد انجام بشه. ببین میگه یعنی پیجو ببندی، حرکت هست، پیجت عوض میشه. A project suddenly gaining significant traction. میگه یه پروژه میاد بد خوبه، بد خوبه ها. شهره بیا که دارم فال میگیرم، فال کارت بعدی مال همتونه. میگه یه پروژه میخواد یهو یه تراکشن، یه چیز زیادی بگیره که ماجراجویی ایجاد میشه. A whirlwind romance or even the sudden urge to get up and move your physical body. او میگه باید پاشی برقصی. میگه انقدر خوب میشه پا میشی میرقصی. خب میگه این انرژی خیلی داینامیکه و هیجان انگیزه و به صورت کلی نتایج خوبی رو در بر داره، اما تغییر میتونه استرس آور باشه. چیرن نبند این رو میذارم رو یوتیوب، پس نباید پیج رو بفروشید. آره حالا یوتیوب، یوتیوب. آره میگه ولی تغییر میتونه ترسناک باشه، حتی تغییرهای مثبت هم میتونه ترسناک باشه. پس مطمئن باش که زمانی بذاری برای اینکه بتونی از نفس نیفتی، نفس بکشی، آروم بشی و پاتو جای سفت بذاری. میگه تا حالا جای سفت نشاشیدی؟ اب نداره، خوبه، ولی پاتو جای سفت بذار. Receiving this card is a sign to take action. میگه این بچه ها گوش کردین؟ میگه کسی که این کارتو به دست میاره، این یک نشانیه برای اینکه تو باید عمل کنی مامان جان، برای اینکه کارو ببری پیش ببری. میگه این نشونه خوبیه که تو موفق میشی اگر بخوای و سریع عمل کنی. آقا این چیه راجبه نیت ما؟ ها این چی میگه؟ شاید هم میدونی چون از تو کارت افتاد و من نباید اینو برمیداشتم، زیاد داره جواب نمیده. کاش اینو واسه نیت بعدیمون میذاشتیم. میگه فقط مطمئن باش که میدونی چی میخوای قبل از اینکه بخوای حرکتی بکنی. آها اینجا شما فهمیدیم. میگه انرژی خورشید، چرخ خورشید زود میاد، زودم میره، سری میاد، سری میره. پس وقت تو به شک و تصمیم گیری هدر نده. آره خوب نیت نکردم، ولی چه کارت خوبی بود. نقلام المیر چی گفت؟ میگه سری لایو رو قطع کن برو به کارات. راست میگه.
شبه دیگه، ساعت 7:30 بگو موقع که بعد کاراتو میکردی نکردی اومدی لایف. آره بیان این دفعه نیت کنیم این کارتی که میکشم خب برای هممونه، یعنی شما هر نیتی کنی واسه تو، این خانش به تو میگه. اوکی جدی. و نیتتون هم لطفاً چون فصل تابستون تموم شده، این دسته کارت مخصوص فصل تابستون و بهاره، نیتتون برای وقتی که خارج از این فصل هستیم، این دسته کارده میگه که به مسائل پول محور و مادی و اینا، شغلی و کاری و اینا خیلی میتونه کمک کنه. اگر نه نیتمون چجوری باشه؟ سوالی آره و نه. نه نظرت راجع به این موضوع چیه ای باشه، مثلا توصیت به من راجع به مثلا پیجم چیه، اینطوری یکم دقیق با البته دقیق، مثلا توصیت به من راجع به این که الان دارم میرم دبی مثلا یک ماه اونجا هستم میخوام با این مثلا این کارا رو بکنم چیه، مثلا اینطوری. خب خیلی آره میگه با همین فرمون بری جلو موفق میشه. آره قربونت برم فریبا جون، مرسی. خب آماده این؟ آره خب و میکشیم. خیلی کارت خوبی اومد، بایک راید. خب حالا بریم ببینیم چی داره دوچرخ سواری میکنه توی طبیعت. این کارته میگه که اینو میشناسم قشنگ، شما کارت شماره یکم هست. میگه بعضی میگه شل بکن، یعنی چیزش اینه شلکس کن، ریلکس کن، از طبیعت، از اطراف، از مناظر لذت ببر، خودتو نکش، به رقص گلها نگاه کن. آره آفرین علیرضا زدی تو هدف. میگه همینطوری که داری میری از مسیر لذت ببر، کل این کارت اینه. شما هرچی نیت بود این بود که از مسیر هم لذت ببر، دوچرخه سر میکنی یه سر تو این برور کن، به به پروانه داره میره، چه اتفاقی میفته، شلکس. میگه الان این یک نشونهه و اینکه این روزا اینجور روزاییه، خودتو نکش. و اینجا میگه که استرس، مثلا میگه که ممکنه بعضی وقتا وقتی داری تون تون یه کاریو میکنی نشانه های مثلا استراب، استرس، فلان، نه عدم تمرکز و اینا به دست بده و شک کنی به اینکه نکنه آینده خیلی بد بشه، نکنه فلانه اینا، هیچی نیست. میگه نترس، تنبل نشدی، اتفاقی نیفتاده، فقط از مسیر لذت ببر. این از این. آره با لباس سفید هم دوچرخه سواری میکنه، دنبالش هم سگش اینطوری داره میدوه، پروانه و اینا و به به. گل می روید زباق، گل می روید آستندلر پراخ، گل می روید. چی شده؟ خیلی خوب، حالا که اینجوری شد میگه پس شل کنیم. میگه دیدی علیرضا گفت حالا الان کار نکردی اشکال نداره، آهسته و پیوسته برو جلو. یه انقدر من امروز کار کردم، این روزا همش دارم کار میکنم، 2 دقیقه نشستیم خونه دوستمون با شما داریم. تو خودت دوچرخه نداری؟ نه قدم دوست دارم. یکی دیگه بگیر عزیزم لطفا، به من نخورد اصلا.
لطفا بیشتر لایف بذارم. چشم چشم. ما که بیکار و علافیم دیگه، بیشتر لایف بذاریم. خیلی خوب، موقعت کنیم بریم با خواهر جون صحبت کنیم. خب بخیر خواهر، خیلی خوبه، تو اون لوکیشن شما تو شرخ حال میده. باشه خواهر، حالا بهت میگم با هم صحبت کردیم. ماچ به کله هایتون، ماچ به کله های گردتون، به چشمای قلمبتون. خرافز، مرسی از شما. چه خوب میلاد که میگه این فال برات خیلی خوب بود. علیرضا جون خدافظ. فریبا جون خدافظ. همه خدافظ. بوس بهتون. خرافظ. باشه الان زنگ زن خواهر.